کودهنی محکم دیگری به خمینی که هنوز در نشأه دجال بازی 25 خرداد بود و دلش می‌خواست جریان عزل را بی درد سر و با توپ و تشرهای معمولی خاتمه بدهد. پس دیگر خمینی چاره‌ای نداشت جز اینکه شخصاً فرمان تیر و به کار بردن مسلسل سنگین بدهد. در این لحظه ابتدای جمعیت به میدان فردوسی رسیده بود و لابد اعلامیه عصر 30 خرداد پاسداران ارتجا را شنیده اید که به اذن رهبر کبیر دستور می‌یابند تا آتش بگشایند و اگر آتش نبود از میدان فردوسی تا سپه و تا جارو کردن مجلس ارتجا راهی نبود. شنیدم که در آن لحظات بهشتی و رفسنجانی به نهایت سراسیمه بودند. یک خبرنگار اروپایی که شاهد صحنه‌های 30 خرداد بوده است اخیراً به خودم می گفت که دقایقی چند در کمال بهت و حیرت انتظار قیام داشته و تعجب می کرده که چرا مجاهدین از سلاح‌هایشان استفاده نمی کنند. و من به او گفتم که از هر جا که شنیده اید مجاهدین آن روز سلاح داشتند اشتباه شنیده اید، به خاطر اینکه استفاده از سلاح را مطلقاً ممنوع کرده و هنوز فرمان آتش نداده بودیم. ما آن روز فقط حجت را تمام کردیم، پایان مشروعیت کل نظام. خدا حافظی مطلق با خمینی. از فردا باید شعار داد مرگ بر خمینی. از فردا دیگر سیاست دست خالی در برابر چماق و گلوله راست روی و اپورتونیسم است و ما مجاهدین از این پیشتر بارها به ارتجاع هشدار داده بودیم که از روزی که با گلوله در برابر گلوله پاسخ بگوییم حذر کند. اکنون آن روز فرا رسیده بود. بچش ای خمینی، ای خائن که شایسته کمترین احترام و اعتماد این خلق نبودی و تازه دیدید که غیر از همه آنها که در جریان تظاهرات 30 خرداد کشت و دستگیر کرد، از همان فردا اعدام مجاهدین پسر و دختر 9 سال به بالا را آغاز کرد، حتی بدون اینکه نیازی به پرسیدن نام متهمین حس کند. این است عدالت خمینی. دعوت دادستانی انقلاب از اولیاء دستگیر شدگان. صبح امروز از سوی روابط عمومی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز در رابطه با مجرمینی که در جریانات ضد اسلامی اخیر دستگیر شده و حکم دادگاه درباره آنها صادر و اجرا شده، اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر شد. به اطلاع خانواده‌های محترمی که فرزندانشان در جریانات ضد اسلامی اخیر تهران دستگیر شده اند و حکم دادگاه درباره آنها صادر و اجرا گردیده می‌رساند، لطفاً با در دست داشتن شناسنامه عکسدار خود و فرزندانشان که عکس آنها در اینجا چاپ شده به دفتر مرکزی زندان اوین مراجعه کرده و فرزندانشان را تحویل بگیرند. روابط عمومی دادستان انقلاب اسلامی مرکز. لازم به یادآوری است که اسامی صاحبان عکس مشخص نشده است. تا این تاریخ خمینی توانسته بود بسیاری مخالفین را یا شقه و وادار به تسلیم سازد
و یا از دور خارج کند. بارها از اطرافیانش شنیده شده بود که در رابطه با تصفیه یا سرکوب هر یک از نیروها یا شخصیتهای مخالف می گفتند آقا 20 دقیقه صحبت می کند قضیه تمام است. و راستی هم تا کنون در بسیاری موارد وقتی امام چماغداران توپ و تشر می آمد و علیه شخصیت یا نیروی بسیج می نمود، مسئله بالاخره به سادگی و با حداقل تاوان برایش فیصله می یافت. اما این بار عنصر موحد مجاهد، این انقلابی و پیشتاز مردمی به اثبات رساند که در برابر حقانیت و قوت اراده و آمادگی فدا و قربانی، نه در 20 دقیقه که در 20 سال نیز، آقا و تمامی دار و دستش هیچ غلطی نمیتواند بکند. آخر آقا تا وقتی آقاست که پایش را از گلیم خودش بیشتر دراز نکند و الا آن دست و پای نامبارکی را که به گلیم خلق دراز شود بی محابا ریشه‌کن خواهی نمود. شب سبه را مرد را